جمعی از شیعیان کشور لبنان با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی مدزلو در شهر مقدس قم با معظم الله دیدار کردند در این دیدار مرجع پس از دعا برای قبولی زیارات و عبادات میهمانان فرمودند هر یک از شما به پاس اعمالش در دنیا در سرای آخرت از مراتب و درجات بهشتی برخوردار خواهد شد ایشان ادامه دادند ممکن است کسی در آخرت نسبت به آشنایان، خیشاوندان و یا دوستانش در مرتبه پایین تر قرار بگیرد و افسوس بخورد و آرزوی درجهی همانند آنان و حتی بالاتر داشته باشد. اما ملاک برخورداری از درجات عالی در سرای آخرت سه چیز است. اول میزان اخلاص فرد در عمل، بدین معنا که انسان در زندگی، تلاش و کوشش، اخلاق و در خدمت به اهل بیت علیه سلام چه اندازه با اخلاص عمل کند دوم اخلاق است یعنی هر یک از شما در طول زندگی خود خوش خلق ترین افراد باشد و سوم فعالیت و تلاش یعنی هر یک از شما در دنیا پر تلاشتر و فعالتر باشد در آخرت از درجات بالاتری برخوردار خواهد بود مرجال قدر در ادامه بیانات خود تأکید کردند هر کس باید بکوشد که در سرای آخرت از حسرت خوردگان نباشد و باید توجه داشت تا زمانی که انسان در این دنیاست امکان کلیه تلاش ها و مراتب ترقی را در دست دارد. پس در تلاش برای خدمت به اهل بیت علیه السلام کوتاهی نکنید و در حق خود نیز بی تفاوت و کم توجه نباشید و از فرصتها به خوبی بهره بگیرید و حد اکثر استفاده را ببرید آیت الله شیرازی افزودند مضمون حدیث شریف از این قرار است که میفرماید مردگان خطاب به زندگان و بستگان و خیشاوندان خود میگویند تا وقتی که زنده هستید از فرصتی که در اختیار دارید استفاده کنید چرا که پس از مرگ فرصت عمل از دست می رود الله در ادامه شیعیان لبنان را خطاب قرار دادم و گفتند شما باید برای کشورتان به ویژه جوانان پسر و دختر در جنوب لبنان اهمیت قائل باشید و با تمام توان خود آنان را در مسیر و چارچوب فرهنگ و مدرسه اهل بیت علیهم السلام قرار دهید و در شمار رهپویان خط روشن آن پاکان درآورید. مرجعیت شیعه در پایان فرمودند از خدای منان خواهانم که شما را در این راه و حرکت یاری کند و توفیق روزافزون به شما عنایت فرماید گفتنی است که میهمانان مرجال قدر پس از این دیدار با آیت الله سید حسین شیرازی فرزند مرجعیت شیعه دیدار کردند و به رهنمودهای ارزشمند ایشان گوش فرا دادند